سلام، برعکس یوتیوب برمیگردیم با یه دونه بازی کثیف اسم انتخابات بعد. اصلا سوال میپرسیم، جفتمون هم جواب میدیم. برو بریم. تو 24 ساعت اخیر با بادام جونت بازی کردی؟ 24 ساعت اخیر خیلی 24 ساعت خوبی بوده. مثلا مسافرت میدی اولش خوش میگذره، همون جوری بوده. قرار پیش پای شما که تشریف بیاری یه دونه خودم و خودش با هم کشتی گرفتیم، جفتمون بردیم. بعد دیشب یه بار النا حمله کرد بهش از نظر صورتی. بعد وسط شب یه حمله من بهشون کردم، حالت سزار و این صحبت ها. بعد صبح میخواستم دوباره بریم تو رنگ صورتی، ولی دیدم که انقدر دیشب کثیف کاری کردیم دیگه الان واسه آماده نیستیم واسه صورتی. خدا رو شکر. کشتیگیری خود شخصی. شما چی؟ نه متاسفانه. سوال بعدی. تا حالا اسم کسی رو توی بومچیکی بوم اشتباهی داد زدی؟ 100%. On a daily basis. افقر. به همه هر کس چه میگن؟ هوشنگ. من یه جوک داشتم، نمیدونم چه مسخره بازی بود. اسم دوستوها قبلی رو میخواستم داد بزنم، بعد دیدم که نمیتونم هیچ جوری بعدن از این در بیام. باور نمیکنه که این به خاطر خنده داری کردم. بعد یه خورده فکر کردم، گفتم که میشه تو آخر داستان اسم شوهر قبلی تو داد بزنی؟ بعد یه خورده دیوونه چه حرف احمقانه میزنی. گفتم داستانش اینه، میخواستم اسم دوستوها قبلی رو بگم، بعد نمیشه اینطوری. شما چیکار که گفتید؟ چی چیز کثیفی دیدی؟ تا حالا از انه تکس گرفتی؟ یه بار، و واقعا دلیل داره. وقتی بلند شدم سورپرایز بودم اتفاقی داشتم میدیدم. ببین توالتو که همه دیدیم، یه چیزی اینطوریه. خب دور تا دور توالت یه چیز سوسیس گنده رو میگیری آویزون کردن، دور تا دور توالت این بود. و من هرچی نگاه کردم گفتم مگه میشین از من اومده بیرون؟ بعد چرا انقدر خلاصه رفتم یه عکس گرفتم که برم بعدم گفتم هیچکی باور نمیکنه این داستانو. بعد وقتی سیفون زدم اتفاقی که افتاد، این انه فقط چرخید تو توالت، یه دونه رینگ انی انداخت تو کل توالت، بعد همونجا موند. رفتم یه سیخ خوردم دیدم شیکون نمیش که بره. این یه بار آره. من تا حالا بر خودم نگرفتم، ولی یه بار که رفته بودم تایلند با یکی از بچه‌ها که میشناسی، دوربین عکاسیمو برده بودم، این برداشته بود من که تو اتاق نبودم، از انش عکس گرفته بود. قوی بود. و من برگشتم ونکوور چیزو زدم آپلود کنم، عکسا رو دیدم یه ان انقدی روی مانیتور. من اینی که کار کردم، بعد بهش میگم چرا این کاری کردی؟ گفت آخه انقدنم بزرگ بود خودم باورم نمیشد. این داستان با داستان من یکی نیست. آقا یه سوال، فکر میکنی بابات هم میکنه؟ آره. من فکر میکنم چون من چرا وایسی، مثلا من بابا مامانم دیروز رفته یعنی به اتاق بابام پره دستمال کاغذی همه جا. من میدونم که باباها هم این کارو میکنن. منم یه دفعه مثلا ماشو با اون گرفتم، میدونم خودم. هیچ وقت روش صحبت نکردم تو همین الان. خب ولی مثلا 10 سال پیش بود. نه میدونم، چون اکسم بابا بود، هنوز هست بابا. ولی اکسمه 52 سالش بود. 52 که بابا بچه است. من دارم راجع به 80 90 صحبت میکنم. بابای من اون هنوز اونقدر نشده. آها تو بابا به خود رفیق جدا که. من بابام ماشاءالله وقتی رفت عروسی کنه میرسه مامان بزرگم بگیره مامان بچه‌شو. گفته اونو از مامان بزرگم 2 سال بزرگتره، از مامانم مثلا 20 سال. بهش میگم چی فکر میکنی خود 40 سال گرفتی بچه 18 سال گرفتی؟ نه میگم فکر کنم من واسم 6 سال دیگه برم بچه 18 ساله بگیرم. بچه‌ها 11 سال حواستون باشه. اگه بهت 100 هزار دلار میدادن توف میکردی رو هر آدم جدیدی که میدیدی؟ آره، چون من رزقی دوست زیاد دارم. من بدون پولم توف میکردم. هی کام هیر. من یه چیزی درست میگم که میپاشیدی، میدیدی شبا تو پرش میکردن خوابونم میگم صبح. دوست داری طرف خوشگل باشه یا باهوش؟ اگه باید یه دونه رو انتخاب کنم عقل رو انتخاب میکنم. ولی امیدم داری که با عقل خوشگلم میشه. خب با عقل داشتن میتونه خوشگلم بشه. یعنی من بیشورم. با عقل همه چی میشه. عقل داشته باش همه چی میشه. تا حالا راجع به کار دروغ گفتی؟ نه، چون کار نمیکنم. من دروغ دارم. اگه خیلی بدبخت و بیچاره بودی جیجی میشدی؟ من بدبختم نبودم میشدم.
من فقط دختر نشدم، یعنی همیشه صبح که بلند میشم میخوام با بادمجونم ور برم، میگم اگه دختر بودم الان یه دونه دوربین اینجا بود چین چین هم داشت مینداخت، ما هم داشتیم همین کارو میکنیم. چرا واقعا؟ من فیلم حاضر بودم از خودم بگیرم ولی بقیه‌اشو نه. یعنی فقط دنیای کووید سیف بودی؟ آره. کووید ردی خواستین آزاد است. الان که تموم شد دیر شد. تا حالا تکست زایه فرستادی به آدم اشتباه؟ 100%. من تا حالا نکردم این کارو. مثلا من... شده بگیرم مثلا بگم که ساعت 3 بیا، بعد گفته کیو میگی؟ گفتم او ببخشید. ولی من یه بار رفتم دی، در میز شام بودیم دوتایی، موبایلم برداشتم به دوستم تکست خواستم بدم که دیتم خیلی بده، به زودی فهمیدم چی کردی، به خودش فرستادم. وو خیلی خ... من اصلا نگیم نمیخوام سوال بپرسم. آره. چی اصلا چی که صفت کردی؟ من گن زیاد میزنم. مثل ویدیو قبلی که ریکورد کردیم. این چی زده بود؟ زده تا حالا با خودت ور رفتی خود ارضایی وقتی حیونه تو خونه تو اتاقت؟ آره. یعنی چی؟ نه این کیچ کدوم دیوونه سوال درست کرده؟ میاو بیا نگاه کن. مثلا تا حالا ساعت 3 و ربع با خودت ور رفتی؟ یعنی چی؟ مثلا من استفادهم کردم، مثلا بادوم زمینی مالیدم رو چیز به خدا. ولی تا حالا با اپل پای کاری کردی؟ چی؟ تا حالا با اپل پای کاری کردی؟ نه ولی یه کاری کردم که اپل پای اصلا در خجالت میذاره. کیک؟ نه رفتم دوشکای پشت مبلمون رو آوردم چیدم رو زمین، بعد یه جوری چیدم که وسطش یه مربع خالی، یعنی دوشک اینجا گذاشتم، یه دوشک اینجا گذاشتم، یه دوشک اینجا، یه دوشک اینجا، اینجا یه مربع خالی مون. بعد رفتم دو تا کیسه آب برداشتم گذاشتم توش، ترموستات گذاشتم تا برسه به 38 درجه که بدن نزه. بعد کیسه ها رو به هم بستم شد مثلا شبیه یه دونه پرتقال تنگ، گذاشتم توی این مربع، خوابیدم، شروع کردم تردیم اینو دادن. بعد واسه سالها مامان بابام روی مبل نشستن و تکیه دادن و من همیشه می‌دونستم که اون مبل یه زمانی با هم رابطه صورتی هم بود مبلمون. فقط اگه اون مبل میتونه حرف بزنه. نه نمیدونم چنگ رو چرت میگه. فراش چیز کردم. مثلا از اینا بود که عملش کردم. احیانا این صندلیه که نی. نه ایران این کارو کردم. خدا رو شکر. جیش می‌خوردی واسه 5000 دلار؟ آره. یه شات کوچولو. نه، کلشو. واسه قاطی میرفتی تو. یه دونه دوست دارم اینو، امیدوارم یوتیوب اکانتمو نبنده. من اینو خیلی مؤدبانه نمیدونم چه جواب بگم، آموزش نمیخوام بگم. میگه یه استایل هست، شما بادمجون رو میذاری تو دهن خانوم، بعد شروع میکنی جیش کردن وقتی که اون داره به شما کار هوایی میده. اینتنشنش چی از این کار؟ من اصلا نمیفهم، ولی گفتش که چیزی که میشه داغ میشه اون گرماه یه عملی انجام میده. یکی دیگه هم هستش در میان میکنن تو یخ، در میکنن آب داغ دارم میکنن. خب یه سه کار هستش، من بچه هم میدونم. من خیلی تعجب کردم، من تازه یاد گرفتم. مثلا میدونم به شما میگم که شما عقب نیفتین. مثل اینکه مثلا خانوم یخ میخوره بعد چای میخوره، دندونه این طرف داغون میشه، ولی مثل اینکه شمرانس شما خوشحال میشه. تو جیش میخوری برای 5000 دلار؟ نه اصلا هیچ قیمتی نیست که من بتونم اون کار انجام بدم. من اگه مجبور باشم که مجبور مجانی میکنم دیگه. من بدون پولم میکنم. پس یه دقیقه بریم برمیگریم. سوال آخر نوشته اگر بهت 50000 دلار بدن حاضر بودی یه دونه صدای خیلی آروم پورن سافت از تو جیبت همیشه پخش میشد، برای چقدر؟ 50000 دلار؟ نه واسه یک سال فقط. آره واسه یه سال میشه. آره 100%. چون من حاضر نیستم واسه کرمم بکنم. اصلا نباید از جیبم در بیاد، خودم صدا رو در میارم. نه ولی چیز سافته. نه اوکی آره. او نه سافت آروم پخش میشه، ولی کلا کثافت کاری میتونه مثلا از اون که ولی سافته. آره. تا حالا با پرتقال بودار سرکله زدی؟ بدبو؟ 100% نمیشه نزد. آره. ریاکشن چی بوده؟ هیچ کاری نمیتونی بکنی. اتفاقا تو اینم یاد گرفتم. یه دفعه داشتیم راجع به باسن صحبت میکردیم، بعد تو گفتی آره من استفاده کردم و اوکی. بعد گفتم خب بعدم باسن میزنه بعدش چی میشه؟ گفتی چی که دیگه خود دور دهن قهوه میشه و مزه بوی عم میده. بعد گفتم که اوکی. بعد من بعد از این کانورسیشن با شما شروع کردم آه اون هلو خوردن به قول معروف. آره
خیلی صحنه ویدیه تو مغزم وقتی من داشتم باسنم میخوردم. و به خاطر شما، من قزوینی ام ولی ایشون منو از روی اون. یه سوال دارم برات، تا حالا اسباب بازی تو باسنت فرو کردی؟ نه، النا کلید کرد که انگشتم کنه یه بار، بعد کات خوشم نیومد، واسه همین دیگه به اسباب بازی نرسیدیم. ولی مثلا هیجان داشتم خوشم بیاد برسیم به اسباب بازی. آها. این نشد. خیلی به مردونگی برخورد، خیلی حالا نمیخوام بگم، ولی مثلا که اپرنتی خیلی الفام واسه این کار، میدونی یه چیزام میشه، تمام هورمونام میریزم. نه، خواستم بجنگم. بعد واسه همین همش خودم میزد دست کنم. نه، داشتم میجنگیدم که النا رو نزنم. من گفتم خب این دفینیتلی مال من نیست دیگه، من نباید این احساس داشته باشم. پرتقال همتون رو میبوسم، بادمجون همتون رو میبوسم، لاو یو، بای بای. پرتقالاتون رو بشورین. You wanted us good.